سلام و سلام خدمت همه شما. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. باز هم خوش آمدین با یک درس دیگر از زبان انگلیسی از چینل آموزشی زبان انگلیسی. عزیزان، این بار خواستم که روی نقطه اساسی و روی یک درس مهم فوکس داشته باشیم. او عبارت از ضمیر هست. دوستان عزیز، ما میایم روی ازی بحث میکنیم که ضمیر چیست و ضمایر فاعل چیست. در فارسی گفته ضمیر چیست؟ ضمیر کلمه ای است که به جای اسم قرار می گرفته و از تکرار اسم در جمله جلوگیری میکند. یعنی ضمیر به جای اسم قرار میگیره و از تکرار اسم در جمله جلوگیری میکند. در انگلیش ما شما میگیم که پروناون. پروناون is a word that is یا which is used instead of a noun که به جای یک اسم قرار میگیره and prevent from its repetition از تکرار اسم چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. مثالا Ali is a doctor. Ali is a doctor. Ali یک دکتر هست. پس ما میخوایم از ضمیر علی استفاده کنیم که دیگه علی تکرار نشوه. He is a good He is a good man. او یک مردی خوب هست. اینجا اسم بود، اما اینجا چه است؟ ما از ضمیر علی استفاده کردیم. خب، حالا میایم سری توضیحات بیشتر از این. قسمت بعدی در زبان انگلیسی هفت ضمیر فاعلی داریم ما، که این هفت ضمیر فاعلی را ما در اینجا به شور بسیار واضح بر شما تشریح کردم یا تشریح میکنم. ضمایر فاعلی عبارت از هفت دانه هست، از نمبر یک شروع تا نمبر هفت را. مثلا نمبر یک آی هست، به معنای این من، که در توبی وربی که ما استفاده میکنیم به معنای ام. این من هستم، آی ام، من هستم. در مثال گفته که I am محمد جان، من محمد جان هستم. و همینطور در قسمت بعدی نمبر دو یا نمبر تو you هست، یعنی شما، به معنای شما. برش افعال to be که استفاده میشه are استفاده میشه، یعنی هستید، شما هستید. You are، شما هستید. در مثال گفته که you are شهلا، شما شهلا هستید، شما شهلا هستید. و نمبر 3 یا نمبر 7 وی هست، یعنی ما. ما با تو بی ورب ما آر استفاده میکنیم، یعنی وی آر، ما هستیم. وی آر بایز، ما بچه ها هستیم. میتونیم که اینجا چیز دیگه هم چی کنیم، در اینجا اضافه کنیم. مثلا میگیم که and girls، we are boys and girls، ما بچه ها و دختر ها هستیم. یک تفاوت در اینجا با وجود نیامد. نمبر 4 they یعنی آنها، آر هستند. سیکو در مثال گفته که، مثال اینجا میگم که they are، آنها هستند. they are students، آنها دانش آموزان هستند یا شاگردان هستند. و همینطور سر نمبر 5، نمبر 5 he، یعنی ضمیر مرد هست. او مرد برای چی استفاده میشه دوستان؟ از to be is استفاده میشه، یعنی است. he is، او است.
He is a teacher. او یک معلم هست. Number 6 یا number 6 She. او زن. زمیر زن she هست. اگه بخوایم که زن صدا بکنیم میگم که she is. او هست. She to be verb is استفاده میشه. She is یعنی او هست. She. She is a woman. او یک زن هست. و number 7 It. یعنی او بیجان. برایش is استفاده میشه. مثلا چی میگیم که it is یعنی او هست. چی هست؟ مثلا it is a car. او یک موتر هست. و همینطور دوستا سری to be verb. To be verb دوستا am or is هستم. که ما برای آر میتونیم که تنها آی را استفاده کنیم. و سلام. یعنی که تنها آی استفاده میشه. اما برای آر دوستان عزیز برای آر که هست مثلی با معذرت وی یو ده استفاده میشه. و برای is he she استفاده میشه. یعنی در تو بر میتونیم که برای ام برای ام آی استفاده کنیم. آی ام. برای آر یو وی آر یو آر دی آر استفاده کنیم. برای ایس هی ایس شی ایس و ات ایس. این بود از درس امروزی ما. امیدوار هستم که بتونین از این درس استفاده بکنین و اگر مشکلی داشتین میتونین که در کامنت ها با ما در جریان بگذارین. الله حافظ و ناصر شما.